دروس معاد جلسه 120 31-1-76 استاد شجاعی. من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. جلسه گذشته بحث رو در مورد غضب شروع کردیم که عنوانش این بود که لا قوت کرد دل غضب، روایتی بود از حضرت باقر علیه السلام که هیچ قوت و قدرتی مثل رد غضب نیست. در واقع یعنی قدرتمندترین آدم ها کسایی هستن که بتونن غضب خودشون رو کنترل بکنن. که یک بحثی رو شروع کردیم درباره این که یک تناسبی وجود داره بین رضایت خدا و کراهت انسان، که گفتیم رمزی داره این مسئله که بین کراهت انسان و رضایت خدا چنین ارتباطی هست. از چه جهت این مسئله مطرح شد جلسه گذشته؟ از اینجا وارد این مطلب شدیم که عوامل زیادی هستند در خارج که تحریک میکنن انسان رو و انسان رو وادار میکنن که غضب بکنه، خشم بگیره. اگر کسی بدونه که حالا خشم هم اینجوری است دیگه، خشم به خاطر این است که انسان یک چیزی رو با امیال خودش و خواسته های خودش و فکر خودش مطابق نمیبینه. فکر که میگم غیر از امیال و هوس ها و خواسته ها هست. هوس ها و خواسته ها و امیال جنبه فردیت داره، خودخواهی درش هست، ولی فکر همیشه جنبه خودخواهی نداره. گاهی وقتا انسان یک فکر شیطانی، یک فکر مبتنی بر هوس داره، افکارش هوس آلود هستش، فاسد هست، مثل یه ظالم افکارش اینجوری هست، مثل مستکبرین، که اگر چیزی رو با این افکار مخالف ببینن به غضب میان. گاهی وقتا فکر یه فکر الهی هستش، یه فکر والا هستش، یه فکر پاک هست، و انسان با داشتن این فکر پاک و این فکر والا چیزی رو مخالف این فکر میبینه و غضب میکنه. توی اینجا هم دو حالت داره، یا غضبش، یعنی در این که شخص به خاطر این که چیزی فکر پاک رو تهدید میکنه به غضب بیاد، در این که این فرد خوبی هست شکی نیست، فرد خوبی هست که وقتی چیزی رو مخالف یک فکر پاک میبینه به غضب میاد، ناراحت میشه،
این نشون دهنده خوبی خود فرد است. اما دین به ما میگه که اگر مخالفتی با فکر پاک شد، همه جا به غضب نیایید، همه جا به غضب نیایید و بعضی جا باید خودتون رو کنترل کنید. اشتباه افراد توی این مقطع صورت میگیره، یعنی آدمای خوب با فکرهای والا و پاک دو گروه میشن. بعضی ها عقل براشون چنان تسلط داره که همه جا یا هر جایی که یک فکر پاک رو مورد تهدید دیدن به غضب نمیان، نه که تحریک نشن و تحریک شدن غیر از غضب هست. هر فرد غیوری و هر فرد پاکی و هر فرد الهی و هر آدم خوبی وقتی یه فکر پاک رو مخالفتی باش میبینه متأثر میشه، ناراحت میشه و میخواد سعی کنه که اون مانعی رو که با فکر پاک، اندیشه پاک، عقیده پاک مخالفت میکنه اون مانع رو برداره. اما توی این برداشتن مانع افراد دو دسته هستن. بعضی ها دقیقاً به اون چیزی که منطبقه رضای خداست عمل میکنن، بعضی ها غضبشون چنان بهشون غلبه میکنه که دیگه تو مرحله رضای خدا رو چه از دست میدن. نمونه برخورده هایی که ائمه علیهم السلام باشون شده کافی هست برای درک این مطلب. شما حضرت امیر علیه السلام نگاه بکنید. حضرت امیر علیه السلام، خب یه شخصی هست که از نظر قوت بدنی هیچ کس به اندازه او قدرت بدنی نداره، هیچ کس، و از نظر شجاعت همینطور، از جهت مهارت در شمشیر زدن همینطور. خب امامت رو، خلافت رو قصب کردن ازش، بحث فردی نیست، دقت کنید، خلافت یک امر الهی است، قصب شده. حضرت زهرا سلام الله علیها رو تهدید کردن، کتک زدن با اون وضع بد، و کم نیست این تحمل این مسئله. دلو چش حضرت هم اتفاق میفته. میتونست دست ببره به شمشیر، شروع کنیم قمع کردن افرادی که این کار کردن. اگر میخواست از قوت بازو و غضبش استفاده کنه میکرد این کارو، اما نکرد این کارو، یعنی غلبه به غضب کرد. یک امر پاک، یک امر والا، بلکه والاترین امر که امامت و خلافت هست داره تهدید میشه. حضرت راه برخوردشو این نمیدونه که باید دست به شمشیر ببره، غضب بکنه، فشار داره بهش میاد. تو اون لحظه شوخی نیست، زن و انسان هست، اونم چه زنی، یه زنی که به قول حضرت امام سلام الله علیه اگر مرد بود جای پیغمبر بود، ای مرد بود جای خود از نمی داره سلام بود. به قول بعضی از آقایون اگر مرد بود یزد علی خلیفه نه بود، خلیفه خود از زهرا بود. یه همچین شخصیتی داره به صورت کتک میخوره، یه همچین شخصیتی مثلا بین در و دیوار هست، یه همچین شخصیتی داره بهش جسارت بشه، ولی میبینید که حضرت چقدر خوددار عمل میکنه. خواست غضب بکنه، همه چیز میریخ به هم و خودش فرمود چون به خاطر مصلحت اسلام و مصلحت امت اسلام این کارو کردم. بعدم تو در نهج البلاغه داریم در خطبه دیگه چون که اگر من خوف اینو نداشتم که جامعه اسلامی به نابودی بره و پراکنده بشه، نمیذاشتم، یعنی قوه زورم از قدرت نظامی به قول معروف استفاده میکردم و نمیذاشتم اینطور بشه، و ترسیدم که این آفت جامعه اسلامی رو تهدید کنه و اسلام برای همیشه از بین بره. لذا فهمون صبر تو فل عینه غذا و فل حلقه شجاع، صبر کردم مثل کسی که در چشمش خار و در گلوش استخوان فرو رفته. خب این خیلی سخت هستش. خب بعضی هستن که این تحمل ندارن به محضی که یه همچین فشار، نمونش هم داشت همون صدر اسلام داشتیم، کسایی که اگر یک اندیشه پاک، یک اندیشه اسلامی مورد تهدید قرار میگرفت سریع دست به
شمشیر بودن. بعضی جا باید دست به شمشیر بود، سریع برخورد کرد، برخورد قاطع کرد. بعضی جا باید جنون به خرج نداد، جلوی غضب رو گرفت. یه موقعی سلمان رشدی هستش علیه اللعنه، این میاد مثلا این کار میکنه، حضرت امام تمام ملاحظات رو میذاره کنار و حکم قتل مینویسه، اعلام اعدام میکنه برش. و یه موقعی هستش که مثلا فرض بفرمایید در مکه مثلا 400 نفر رو اونجوری میکشن، ما دست به کار نظامی یا یک عمل خشونت‌آمیز علیه عربستان نمیزنیم. بس ببین هستش که اقتضای رضای الهی و حکمت و مصلحت چه هستش، این خیلی مهم است تشخیص این قضیه. این تو اون حد عالیشتر مسائل پایین هم اتفاق میفته. شما در خانواده یه موقعی مثلا یه کسی خلافی میکنه، کسی خلافی میکنه، مثلا یه نفر فرض بفرمایید میفهمه مثلا ناموسش، خواهرش، یکی رفته مثلا یه کار خلافی کرده، میتونه جنون بهش غلبه کنه. نسبت به این مسئله اگه به هیجان بیاد حق داره، میتونه جنون بهش غلبه کنه، با چاقو بزنه طرف تیکه تیکه بکنه، میتونه اصلاح بکنه قضیه رو و یک سازندگی ایجاد بکنه، توبه ایجاد کنه، زمینه توبه ایجاد کنه، بازسازی کنه شخصیت طرف. به هر حال انسان هست توبه پذیر، انسان هست و اصلاح پذیر و تربیت پذیر، اصلاح بکنه. دو تا کار میتونه بکنه، این خیلی مهمه است کدومش رو انجام بده. وقتی غلبه کنه به خودش میبینه چه میتونه به اونی که حق هست و رضای خداست جلو بره. به هر حال این نکته باید توجه کنه، نکته ظریفی که در اصل قبل مطرح کردم این هستش که خیلی وقتا اون چیزی که ما رو به هیجان میاره و به غضب میاره چیزیست که از مقوله مسئله اندیشه پاک و عقیده پاک نیست، مسئله شخصی خود ماست. یه چیزی شخص ما رو چیکار میکنه؟ اذیت میکنه، مثل خوره. مثلا بچه‌مون تو خونه خیلی اذیت میکنه، بعد قلقه میکنه، همسرمون بعد قلقه میکنه، از خونم اذیت میکنه. یا یه مثلا مادر زنی داریم که مثلا اذیت میکنه، یه خانمی مثلا مادر شوهری داره که اذیت میکنه، عرض کنم خدمتتون که به هر حال هستن. یه دوستی داریم که اذیت میکنه، یه آدم خوبی هستش که در بد قلقه میکنه. در روایت داریم مؤمن بین 5 شدت هست، یکیش مؤمن چی هستش؟ مؤمن حسود هست، گرفتار مؤمن حسود میشه، خب بد قلقه میکنه. اگر کسی متوجه این حقیقت باشه که رضایت فی کرهک، رضایت من در کراهت توست، وقت ببینه که خیلی قوه تحمل زیاد میشه، قوه تحملش، یعنی به خاطر خدا چیکار میکنه؟ تحمل میکنه به خاطر خدا. واقعا بسیاری از کراهت هایی که به نفس تحمیل میشه در راه زندگی درست، در راه دینداری درست، رضایت خدا درش هستش. کراهت هایی که انجام میشه و کراهت هایی که تو مسیر زندگی طبیعی هستش، بچه گریه میکنه، خب این کراهت ماست دیگه توش. بچه گریه میکنه، شب نمیذاره بخوابیم، یه مردی میبینی اینقدر کم ظرفیت هست که داد میزنه سر زنش، آی اینو خفه کن. یه موقعی میبینی مثلا مثل اون مادر بچه رو اصلا میکشه، من متکار میذاره به دهن بچه، اینقدر نگه میذاره بچه خفش. در غربی همچین اتفاق افتاده بود، تو روزنامه نوشته مادر بچه شو بخواد گریه میکرده کشید، همین دست بطرگو یه بالشی چیزی گاشته روی صورتش تا خفش کرد.
انقدر ظرفیت نداره. مادر که باید منشأ عاطفه باشه مثلا، یکی میگه نه تحمل میکنه، از جیغ و داد بچه و گریه بچه به سوزونه مثل زن داد بزنه، حوصله‌اش سر بره، جوش بیاره، به غضب بیاد، بد اخلاقی کنه، وقتی اون غضب بیاد منشأ به اصطلاح اثر منشأ اثر هست، خودش چیزای دیگه پشت سرش میاد. خب این به اصطلاح چی هستش؟ خیلی تبعات منفی داره، جونش نمیکنه این کارو. کراهتش هست، یه کراهت طبیعی است که از ازدواج و بچه دار شدن بهش سراغ او آمد، این کراهت رو با جان و دل میپذیره، به جوش نمیاد و از این فشاری که الان روحیش هست که داره این صدای بچه تو گوشش زنگ میزنه و اذیتش میکنه، او رو شیرین به پایین میده، شیرین میخورش تا اتساع روحیه پیدا کنه، وسعت روحیه پیدا بکنه. اگه کسی با همین دیدگاه با مکروهات برخورد کنه، اون موقع میبینه که خیلی از مخالفت ها، سر و صدا ها، نمیدونم فشار ها رو میتونه تحمل بکنه، به راحتی جوش نیاره. هم مطلق فشار ها رو دیگه توجه به این مسئله داشته باشه، توجه به این نقطه داشته باشه که این کراهت ها هدیه ایست برای گنجایش چی؟ روحیه. این کراهت ها امتحان الهی است، ابتلاء الهی استش. حتی عرض کردم کراهت هایی که ما خودمون به سمتش نمیریم، ما به طور طبیعی در طول زندگی برای ما پیش میاد، زندگی طبیعی، زندگی خانوادگی، زندگی زناشویی، زندگی اجتماعی، زندگی دینی، زندگی سیاسی و انقلابی، اینا پیش میاد برای انسان استش. توجه کنه که رضایه فی کرهک، فی کرهک مطلق. این میدونه که اگر روزه بگیره نفسش به کراهت میفته و اذیت میشه، اینجاست که خدا رو راضی میکنه. یعنی یه رابطه هست و این رمزه که بین خود و ناخود این قاعده هست. شما اگر خواست این رمز رو بفهمی توجه کنیم اون اصلی که من قبلا مسئله کردم، که رابطه که بین خود و ناخود وجود داره، خداوند گذاشته در نهاد بشر. چون اونی که فشار میاره به نفس و نفس رو اذیت میکنه، حتی با من عرض کردم، من به صورت منطقی ها، نه که خودمون رو اذیت بکنیم، حساب شده میبینید که این رضای خدا درش هستش، رضای خدا درش هست. اگر این توجه بود، فشارهایی که به ما میان دیگه اون خاصیتی که روی بقیه آدم ها دارن ندارن. یعنی این که به قول امروزی ها استرسشو افزایش بده، فشار روحیشو افزایش بده، به دچار افسردگیش بکنه، اینطور نیستش، چون اصلا داره معامله دیگری با این قضیه میکنه. او توی پشت این صحنه چیز دیگری رو داره میبینه و چون میبینه ما به ازا داره، فشار روی نفس خودش رو داره میبینه. ببین خداوند تبارک و تعالی لطف میکنه، اینو اهدا میکنه. یه موقع است یه نفر خودش عاقله، خودش برای خودش ریاضت شرعی میتراش، ریاضت های شرعی رو انتخاب میکنه، روزه های مستحبی، نماز شب، سحرخیزی، ذکر گفتن، کنترل چشم، عرض کنم خدمتتون که عبادات شرعی رو برای خودش کار میکنه، تحمیل میکنه، چون میدونه بین خود و ناخود این رابطه وجود داره، بین کره و رضای حق این رابطه هستش. حالا ما که ارزه این کار رو نداریم، خودم عرض بکنم، حالا که ارزه این کار ندارم، لاغت بدونم که عوضش این کره ها و این ناراحتی هایی که داره در خارج برای من ایجاد میشه، اینها رو وسیله برای تزکیه نفس خودم قرار بدم، یه فشاری برای غلبه بر نفس خودم قرار بدم، از فشارهای خارجی در استفاده کنم، از چیزی که در سیر زندگی طبیعی، زندگی دینی، سیاسی، اجتماعی و علمی داره برای ما ایجاد میشه، خب اینا رو استفاده کنم ازش. اینها مگه به نفس فشار نمیاره؟ مگه اینها محدود نمیکنه انسان رو؟ مگه اینها
فشار بر ناخود نیست، خب چرا از همین استفاده کنیم؟ حالا که نماز شب نمیتونی بخونی، ولی میتونی که لبخند بزنی. نماز شب نمیتونی بخونی، عبادت شرعیه نمیتونی بکنی، روزه نمیتونی بگیری، ولی میتونی که چهار تا مشکل چهار نفر گوش بکنی، که میتونی که دنبال کار دیگران بری، میتونی که یه فشار به خود تحمل بکنی، میتونی توی خونه عصبانی نشی. اینا همش مهمه. اگه کسی برخورد بکنه با این قضیه همینطوری، همینجوری برخورد کرد، وقت دیگه اون برای شیرینی داره اون قضیه، نتیجه عکس میگیره. به جایی که عصبانی بشه، اتفاقا چیه؟ خیلی جگر میخواد، دارم این حرف میزنم، یعنی مردی میخواد. این که حضرت فرمودن لا قوت کرد در غضب، خیلی قدرت میخواد، زور میخواد. اما از جمله چیزایی که میتونیم برای این قدرتون، بحث قدرت بود، کمک بگیریم، همین دیدگاهی بود که خدمتتون عرض کردم. چون گفتیم برای این باید از کمک بگیریم، ما از خیلی چیزا دیگه کمک بگیریم، از ثواب اجر، از کاسته شدن گناه، کفاره گناه، اینا که در روایت هم آمده که اگه انسان تحمل کنه اینا میشه. خب از اینا استفاده کنیم تا یواش یواش به اون قوت که رد غضب هست برسیم. یکیش همین بود که توجه داشته باشیم که رضای فی کره، به این اگه توجه بکنیم می‌بینیم که یواش یواش در ما هم یه قدرت ایجاد میشه که در مقابل پدر و مادر نعوذ بالله یه موقعی صدامون رو بلند نکنیم، در مقابل زوال حقوقمون که وظیفمون این است که سرمون رو پایین بیاندازیم، خیره بهشون نگاه نکنیم، تون جوابشون رو ندیم، درشتی نکنیم باشون، سکوت بکنیم در مقابلشون، رعایت بکنیم وظیفه رو، بیجا بلبل زبانی نکنیم، بیجا سرمون رو بلند نکنیم، بیجا خیره نگاه نکنیم، بیجا حرف درش نزنیم. این هست فعالیت بکنیم، کمک میکنه به این مسئله، این اندیشه که خدمتون هست کردم. بعد وقتی این رو برای همین اون حدیث که جلسه گذشته خدمتون خوندم از حضرت رسول خدا صلی الله علیه وسلم، این حدیث بود که ما تجرع عبد جرأتا افضل عند الله من جرأت غیظ کظمها لله ابتغاء وجه الله. هیچ جرعه‌ای ننوشید کسی بالاتر از جرعه غضبی که انسان اون رو به خاطر خدا اون جرعه رو چیکار میکنه؟ کظمش میکنه. در واقع میخواد به این کظم غیظ، این کظمی که ما انجام میدیم، در واقع خوردن چیه؟ این جرعه است. این جرعه رو نوشیدن. تشبیه محض چیزی هم هستش، همیشه گفت میگیم جام چی؟ بلا. جام بلا رو نوشید. یعنی چی؟ یعنی این تجرع کرد، خوردش، فرو بردش این رو. حالا چند تا روایت دیگه توجه بفرمایید که ببینید که قضیه این هستش که اصلا از مقوله این است که افرادی که توجه دارن، افرادی که زیرک هستن، به مقوله های ناراحت کننده و زمینه های غضب به شکلی که افراد عادی نگاه میکنن نگاه نمی کنن اصلا. از امام زین العابدین علیه السلام می فرماید که ما تجرعت جرعتا احب الی من جرعت غیظ لا اکافی بها صاحبها. هیچ جرعه ای ننوشیدم من محبوب تر از جرعه غیظی که با اون لا و کافی به ها صاحبه ها، طرف مقابل رو باش مجازات نکنم، برخورد نکنم باش. مثل این که خشمم رو در مقابل طرف مقابل بروز ندم، خالی نکنم سر طرف مقابل. این هیچ جرعه برای من محبوب تر از این نیستش. اون از رسول خدا، این از امام زین العابدین علیه السلام. یعنی او به مقوله زمینه های خشم به چشم چی نگاه میکنه؟ به چشم یک هدیه، یک جرعه ای که می نوشه. این جرعه هم حقیقتا تلخه ها، تلخه، ولی تو شفاست. مثل داروهای تلخی هست که انسان میخوره میدونه تو شفاست، دارویی که تنده، تلخه، اذیت میکنه او رو، ولی میدونه که اینو باید بخوره. مثل عمل جراحی هستش که زخم داره ولی میدونه شفاش تو اینه. خب چیو خوب میکنه این؟ این چیو میکشه و چیو خوب میکنه؟ منیت رو میکشه، ناخود رو فشار میاره بهش، زخمی میکنه، ناتوان میکنه و خود رو چیکار میکنه؟
شکوفا میکنه و قوی میکنه. وقتی انسان برای خدا فرو میبره غضبش رو. امام صادق علیه السلام روایت بعدی هستش: نعم الجرأة الغیظ لمن صبر علیها. چه جرأه خوبی است غیظ لمن صبر علیها. یعنی انسان وقتی غیظ گرفتش دچار غضب شد صبر بکنه بشه. جرأه خوبی است نوشیدنش. یعنی چی؟ یعنی قورتش بده خودمونه که میگیم چیکار کنین رو؟ تو اصطلاحات خودمون میگیم اینو بابا قورتش بده این رو فرو ببرش. بعد حضرت به این رمز که من خدمتون عرض کردم ندیدم روایتی که این رمز رو بیان کنه جز همین یه روایت، من برخود نکردم، حالا ممکن است باشه اما خیلی ظریف هستش. این روایت هم تو کتاب کردم دارم میخونم نیستش، در خود کتاب شریف کافی هستش، حدیث اونجا نقل کرده که اونجا بفرماید که این چقدر ظرافت داره این نکته که حضرت علیه السلام فرموده. یعنی دقیقا همون نکته که خدمتون عرض کردم تلویحا داره میفرماید ایشون. مسئله چی؟ مسئله رضای فی کرهک. میفرماید که فإن عظیم العجز لمن عظیم البلا. میفرماید که اجر عظیم مال بلای عظیمه، بلای عظیم اجر عظیم میاره. بعد برای توضیح میفرماید که فما احب الله قوما الا ابتلاهم. خداوند هیچ گروهی رو دوست نداشت مگر اینکه اونها رو چیکار کرد؟ مبتلا کرد. یعنی چی؟ یعنی این ابتلای الهی یک هدیه ای از طرف محبوب که به تو آمد، برای تو آمده. این جرعه جرعه محبوبی هست که به تو داده، یک دوایی هست که درش دشمن تو رو چیکار میکنه؟ میکشه. میگه این دوا رو بخور تا قوی شی، این دوا رو بخور تا به من نزدیک بشی، این دوا رو بخور تا به من تشبه پیدا بکنی، تا کریم بشی، تا عفو بشی، اینجوری بشی، اهل عفو باشی، اهل کرامت باشی، اهل جود باشی. بعد خودش در قرآن میفرماید که فعفو وصفهو، امر میکنه به بخشش و تحمل و گذشت. بعد فرمان الا تحبون ان یغفر الله لكم. این رابطه چه جوری است؟ اگر میخواهید دوست دارید خدا شما رو ببخشه، اگر میخواهید خدا ببخشه شما رو، شما خودتون اهل بخشش باشید. اهل چی باشید؟ اهل عفو باشید. یعنی به دل نگیرید، یعنی عصبانی نشید، یعنی کینه توزی نکنید، یعنی بگذارید بره پی کارش، یعنی سهل بگیرید، سخت نگیرید، به دل نگیرید، نگه ندارید و چیزهای از این قبیل، رد کنید بره. آخ رد نکردنش فقط لطفی هم نداره، رد نکردنش اینجوری هستش که خود انسان عذاب میده، خود انسان عذاب میده، معطل میکنه ذهن رو، قلب رو مشغول میکنه و استعداد تلف کن هستش. یعنی انسان به محضی که نگه میداره این رو، علی علیه السلام چقدر ظریف برخورد میکنه، بفرماید من در کوچه رد میشم، به من فحش میدم، به من فحش میدم، میدونم با من هستن، میگم با یه علی دیگری هستن. برای همین هست که نصف العاقل احتمال و نصفه تقافل. من باید چیجور به هم رب پیدا میکنم؟ نصف العاقل احتمال و نصفه تقافل. شخصیت عاقل رو نصفش رو تحمل تشکیل میده و نصفش رو خود را به غفلت زدن. یعنی هر چیز رو هی نمیبینه جوش بیاره، هر چیز رو هی نمیخواد تذکر بده. ظریف کاری در روابطش با مردم نمیکنه، حالا دیگه در من چیکار کردن، به من چی گفتن، چرا اینجوری کرد، چرا با من اینجوری کرد، پس من چی، چرا میخواد مال اینو نگهش بداری. خیلی چیزها رو از دست میده. آقا اگه ناخود رو بخوای نگرش داری، خودتو از دست خواهی داد. به وقت بعدی باز از نبی اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم، میفرماد من احب السبیل، من احب السبیل الى الله عز و جل جرعتان. جرعتان
جرعت و غیزن تردها به حلمن و جرعت و مصیبتن تردها به صبر. از بهترین راه‌ها، خیلی این روایت ظریف هست، توجه بفرمایید، از بهترین راه‌ها الالله عزوجل جرعتان. از بهترین راه‌ها به سوی خدای عزوجل دو تا جرعه هستش. حالا دقت بکنید چند تا نکته هستش تو این. یکی این که اگر ادعای سلوک الالله داری، یک، اگر ادعای تمنای سلوک داری که من دوست دارم سالک باشم، دو، اگر ادعای رسیدن به کمال مطلق رو داری که من میخوام به کمال مطلق برسم، اگر ادعای رسیدن به علاقه به رسیدن به سعادت رو داری، حضرت راه رو داره معرفی میکنه، میگه الالله عزوجل. مرد راهی، حضرت صحبت از سبیل داره میکنه، میفرماید من احب سبیل، از محبوب ترین و بهترین راه ها به سمت خدا دو جرعه است. نکته ظریف دوم این استش که قضیه جرعه رو راه معرفی کرده. دقت کنید، یعنی عمل با راه مساوی شده. دقت فرمودید؟ عمل، هیچ کاری نمیخواد بکنه، شما میخواد یک قیزی رو چکارش کنید؟ کزمش بکنید، فرو ببریدش. میگه این راه است، این پیمودن راه است. تعجب فرمایید، پیمودن راه است. یعنی هی دنبال این نباشه من حالا این کتابو بخونم، اون دوره رو ببینم، پیش این استاد باشم، نمیدونم پیش اون استاد باشم، تو این پایه رو طی کنم، اون پایه رو طی کنم. راه میخوای بری؟ میخوای راه بری، راه طی کنی؟ مرد راهی، دوست داری برسی؟ بسم الله، بهترین راه ها رو ازت معرفی میکنه. میفهمد من یعنی بعضیت هست، از بهترین راه ها دو جرعه هست. خیلی ظرافت داره ها، که جرعه نوشی خودش راه هست، خودش پیمودن هست. خیلی بین این ها ظرافت داره، چون رضایفی کرهک، یعنی بین کره و رضا یه چی هستش؟ یک وحدت هست. به محضی که این رفت، اون رضا حاصل خواهد شد. به محضی که ناخود فشار اومد بهش، رضای حق هستش، خود شکوفا شده. یعنی یک تلازم بین اینها هستش. ان الراحل الیک قریب المسافه، مسافتش کم هستش، خیلی پیچ و خم نداره، خیلی چیز نیستش، پیچیده نیش مسئله. میفهمید که دو جرعه هستش، یکی جرعه غیزی که یتجرعها اندت مزد ها اشتباه خوندم، جرعه تو غیزن تردها به حلمن، جرعه غیزی که به وسیله حلم انسان چکار میکنه؟ اون رو ردش میکنه، تردها یعنی غیز رو رد میکنه، اون غیز رو میاد و این رد کردن تعبیر شده به چی؟ به جرعه، به جرعه نوشه. و جرعت و مصیبتن تردها به صبر، دومین جرعه مصیبتی هست، جرعه مصیبتی هست که انسان به وسیله صبر اون جرعه رو، اون مصیبت رو رد میکنه، این تحمل میکنه. ما من جرعتن یتجرعها العبد احب الالله عزوجل، روایت بعدیست، من جرعت غیزن یتجرعها عند ترددها فی قلبه اما به صبر و اما به حلم. امام صادق علیه السلام، هیچ جرعه بنده محبوب تر از هیچ جرعه که بنده او رو بنوشه محبوب تر در نزد خدا نیست از جرعه غیزی که یتجرعها، اون جرعه رو می نوشه، فرو می بره، عند ترددها فی قلبه. یعنی چی؟ یعنی اون موقعی تو دلش داره هی تکون می خوره و تردد می کنه، بالا پایین میاد، هی می خواد بزنه بیرون، نزدی که منفجر بشه، تو اون حالت فشار میگه که این رو برای خدا ببرش باید، یا به صبر یا به حلم، اما به صبر او به حلم.
بعدا توضیح میدم براتون. ببینید اون موقع که شما به صلاح مقوله های صبر رو معمولا در مقابل بلا، مصیبت ها و گناهان و چی؟ انجام طاعات به کار میبرن. اما حلم نه، حلم زمانی است که شما خشم و غضبی، ناراحتی شما رو اذیت میکنه و شما میخواد چیکار کنید؟ به اون غلبه بکنید. یا چی؟ یا با یک فشار غیر از این سه مقوله که خدمتتون عرض کردم برخورد میکنید. مثلا با یه آدم نادانی برخورد میکنید، آدم نادان یه چیزی میگه، یه حرف میزنه، این رو به صلاح. اینا مراتب داره با هم دیگه. بله، یه مراتبی با هم دیگه داره که حالا الان چون بحث اخلاق نیستش، ما حالا میشن در حدیث مطالعه میکنیم، ما نمیخوایم بحث دقیق اخلاقی بکنیم. خب حالا پیرامون این چیزی که خدمتون عرض کردم، یه دو سه تا روایت هم بخونیم. روایت تشویقی تنبیهی هستش. این روایت هایی که تا الان خونی، روایت هایی چی بود؟ توصیفی بود، وصف میکرد این حقیقت این کار که این چی هستش. حالا یه دو سه تا تشویقی تنبیهی هم بخون. از امام باقر الاسلام روایت داریم که من کدم غیزن و هو یقدر علا امزائهی حشا الله قلبه امنن و ایمانن یوم القیامه. فرمار کسی که چزم غیز بکنه در حالی که قادر هستش که یقدر، قادر هست علا امزائه، قادر هست این غیزش چیکار کنه؟ اعمال بکنه، ظهور بده. اگه بتونه این کارو بکنه و این غیزش رو ظهور نده، خداوند قلبش رو روز قیامت پر از امن و ایمان میکنه. امن یعنی چی؟ ایمان یعنی چی؟ ایمان که خب ایمان هستش، مشخص هستش، هستش. امن یعنی تو اون روز حول و ولا، تو اون روزی که همه میترسن و ترا کل امت جاسیه، هر امتی رو تو میبینی به زانو در اومده روز قیامت، تو یه همچون روزی این قلبش آرام، آرام آرام قلبش. ببینید چقدر ارزش داره. خداوند قلبش رو پر از امن خواهد کرد. البته شما حالا به قول حافظ چیز نباشید. شعری داره که من به صدا نقد رو وعده نسیه فردا رو که میگه مال وعده نسیه فردا زاهد رو من چرا قبول کنم تا امروز به صدا نقد هستش. شما حالا خواهی با قیامت نداشته باشید، لغمه نقد هستش. حقیقتا اینجوری هستش، انسان اگر کزم قیز کنه مزهش رو همون موقع خودش احساس میکنه، یعنی اون وادی امن و روشنایی رو همونجا خدا بهش میچشونه. تو دنیا میفهم اوقات منتظر باشه تا قیامت، روی اثری از همین اینی که اینجا در شاکل اتفاق افتاده برداشت میکنه، و الا ممکن نیست در قیامت چیزی رو انسان به عنوان پاداش بگیره مگه که در دنیا خداوند قبلا بهش داده، به شاکله وارد شده و نتیجهش وارد شده. هیچ چیز نسیه اصلا ما نداریم. حالا یه بحث مفصلی از سر این قضیه نسیه در بحث تغذیه و مسئله بالاتر از تغذیه مطرح میشه در معرفت نفس، که اصلا ما چیزی رو نسیه نداریم اصلا که بعدم داده خواهد شد، بعدم ظهورشون چنین خواهد بود، ولی در دنیا داده خواهد شد. عمل اثرش ظاهر خواهد شد. عمل کردی شاکله شکل میگیره و تو قوت و توانایی خاص خود داری. اینجور نیست که نسیه بزن. نسیه بزن یعنی چی؟ نسیه بزن یعنی فعلا دستت خالیه، وایس تا قیامت چیزی بهت میدن. ولی انسان بنابر کلون یه عمل و علا شاکلته، انسان بنابر کاری که کرده قوت میگیره انجام میده.
اینجوریه که نفس خالی باشه، نفس پر میشه. آخه جای کاری که کردی اثرش رو خدا همونجا به نفس تمام موقع خواهد داد و شکل خواهد گرفت. نسیه در کار نیست. خیلی اشتباه میکنن کسایی که با این دیدگاه و معارف اسلامی برخورد میکنن، چون معرفت نفس نمیدونه. اگه معرفت نفس کسی بدونه، با انسان شناسی اسلامی آشنا باشه، با معارف اسلامی تجربه بشه، اصلا ما چیز در اسلام نسیه نخواهیم داشت. هیچ چیز نسیه نیست، همش نقده، نقده تمامش نقده. و یه مرحله بالاتر از اینم میخوام خدمتتون عرض کنم که در معاملات نقدی فاصله زمانی بین انجام کار و پرداخت مزد هست، ولی در تجارت هایی که انسان انجام میده با خداوند تبارک و تعالی و اعمالی که در راه آخرت انجام میده، این فاصله هم وجود نداره. اگر این فاصله وجود داشت که نمیگفتن که نیت المؤمن خیر من عمله، یعنی تو نیت میکنی تمام شد، گرفتی، هیچ عملی هنوز صادر نشده، به معنی که نیت آمد جزا هم آمد. خیلی سرعت داره این قضیه، فوق العاده سرعت هستش تو اینا، و هزار رمز و راز دیگه توی این قضیه هستش. من کدم غیزن ولو شاء ان یمزیه امزاه، ولو شاء ان یمزیه امزاه املأ الله قلبه یوم القیامت رضا. امام صادق علیه السلام، کسی که غیظ خودش رو فرو ببره و اگر میخواست میتونست اعمالش بکنه. آخه بعضی وقتا این برای این هستش که ولو شاء رو برای چی میاره؟ برای اینکه تو سری خور افراد چیز نده، پرورش نده، افراد رو ضعیف و ذلیل تربیت نکنه مسلمان رو. یعنی اونجایی که میتونی اعمالم بکنی، یه موقعی هست آدم اصلا نمیتونه اعمال بکنه، به حساب آخرت نذار. تو اصلا تو سر خوری نمیتونی حرف بزنی، نمیتونی حرف بزنی، اصلا جیگرشو نداری، ترس، انقدر ترس بهت غلبه داره، میگه برای رضای خدا ما چیز نگفتیم. کجای رضای خدا؟ تو اصلا ترسش داشتی. اینکه ولو شاعه ایومزیه امضا، و اگر میخواست امضاش کنه امضا میکرد، امضا یعنی اعمال کردن، جاری میکرد این قضیه. نه اونجایی که ما خودمون ذلیلیم و میترسیم و حساب میبریم، بذاریم به حساب خدا بگیم. این با آزی کردن با آخرت هست، سر خود کلا گذاشتن هست و سر دیگران رو کلا گذاشتن. بنده مرجع تقلید هستم، جگر اعلامیه نوشتن علیه شاهو ندارم. بعد میگم رنگ خدایی بهش میدم، میگم این صلاح نیست، مصلحت نیست. پیروان منم همه فکر میکنن، همه مقلده منم فکر میکنن چه همه مصلحت عمل میکنن، هی خفشون میکنم. ترس خوب، من میترسم، همه زیر دستان رو میترسونم. ترس من به زیر دستان غلبه میکنه، به عنوان یه مرجع، به عنوان یه عالم، به عنوان یه رهبر میترسم، بقیه رو میترسونم، بعدم رنگ خدایی بهش میدم. نهایتا خیلی مثلا شجاعت داشته باشم، میگم استخاره کردم بعد اومد، چون مثلا علیه شایی حرفی بزنم. دقت بفرمایید، اون ذلیل بار نمیمون به مسئله اینها رو بذاریم به حساب اونجایی که انسان قرار است حرفش رو بذاریم، باید حرفش رو بذاریم اونجایی که قرار است اعمال بکنه. و تربیت و دین، مقوله امر به معروف نهی از منکر، تبلیغ، اینها الذين يبلغون رسالات الله ولا يخشون احدا احدا، اشیش کس نمیترسن. اونجا باید حرفتو بزنی. یه موقعی ما قاطی نکنیم مسائل ها. اینا مسائل چی هستش؟ حوزه مسائل شخصی هستش و حوزه مسائل الهی هستش. اونجایی که مصلحت ایجاب میکنه که ما چزم قیز بکنیم، به خشممون غلبه بکنیم.
یه دفعه چند سال جنگیدیم، یه دفعه خوردیم به قطعنامه 598. اونجا تعامل کنیم قطعنامه رو، ببینم به مسئولین و به امام و اینها بعد و بیدار نگیم ما 8 سال جنگیدیم پس چی شد، خواستم بریم کربلا، حرف از قدس و کربلا بود، حالا صحبت از قطعنامه شده. اونجا این شجاعت هست که انسان پس در مورد این صحبت خواهم کرد. خب چی میشه؟ من کزم قیزن ولو شاء ان یمزی همزه و عمل الله قلبه و یوم القیامت رضا. اینم رابطش در خدمت من هستم. خداوند روز قیامت دل او رو پر از رضای خودش میکنه، دل او رو پر از رضای خودش خواهد. بعد یه روایت تنبیهی هم داره که خیلی عجیب هست، کوتاه و تند و تیز. من خاف الله لم یشف غیظه. عجیبه، هر کس از خدا بترسه غیظش رو شفا نمیده. شفای غیظ یعنی چی؟ یعنی نمیگه دلمو خنک کنم. این دلمو خنک کنم دیگه دل توه دیگه، خدا نیست این وسط. اونجایی که میگه من باید به یه چیزی بگم دلم خنک شه، دیگه خدا نیست، توی ناخودت هست. اگه خدا هستش بپوین بدش کنه، نمیخواد دلت خنک شه. یه چهار تا فوشش بدم جگرم حال بیاد، چهار تا بذارم تو سرش همشون دلم خنک شه. نه من باید حال اینو بگیرم. خیلی وقتا اینجوری هستش دیگه، من با ولش واسه نمیخواد حرف بزنه، نه من باید حال اینو بگیرم. یه موقع است برای خدا میخوای حالشو بگیری، یه متکبری هست، یه جایی مسندی هست، یه جایی هستش باید شاخش بشکست. برای خدا میخوای شاخش رو بشکنی، برو داد بزن، با اداره رو بریز بهم که تکبر نکنه، به حقوق بندگان خدا ظلم نکنه، پشت میز نشسته یه موقعی حق کسی رو ضایع نکنه. واقعا برای این میخوای داد بزنی، برای این میخوای غیظ کنی، برو بکن. این عبادت هستش، شجاعت هم میخواد این کار، برو بکن. اما یه موقع هستش که من باید حال اینو بگیرم، من اصلا دلم خواهی نمیشه، دور میاریش میشونیش اصلا دور میکنیم مسجد، این پامش دور ماشین میگه پامش اونجا، من باید برم یه روز حال اینو بگیرم اونجا، من باید چنین کنم، من باید حرفمو بزنم، همش منه، من باید حرفمو بزنم. کجا نه خیلی جا نباید حرف تو بزن. آه خیلی زنم تو سرت حالت گرفتم بهت برخورده ها، همچین ناراحتی یه چهار تا در خود اینجوری بهت شده، تکبرت نمیذاره، میخوای خالی کنی خودت، این خیلی بده دیگه. بابا حالا که خوردت کردن از این خورده لذت ببر، بذار یه حالت بگیرن، بذار چهار نفر باید مخالفت بکنن، بذار شده حرفت بزنن، چهار دفعه تحویلت نگیرن، خوبه برا بد نیست. اینا روش های تربیتی بوده که ائمه اصلا استفاده میکنن ازش. یه موقع بهترین رفیقش همچین حالش رو میگرفت حضرت، که حد نداشته، طرف اصلا انتظار نداشته از حضرت، میومد در خونه حضرت مثل همیشه که در باز کنه بیا تو، یا در بزنه حضرت بی بفرما، حضرت اصلا راش ندید تو. اصلا روش تربیتی خداوند و بندگاش هم اعمال میکنه. بی با کدوم یکی از پیغمبرش اعمال نکرد؟ یونس هست میگیرش دم دریا، ماهی میاد قورتش میده، چند وقت تو دل ماهی هستش؟ قرآن میگه اگر این از مسبحین نبود تا قیامت تو دل ماهی نگرش میداشتیم، تا قیامت تو دل ماهی نگرش میداشتیم. داستان روابطشو با حضرت موسی علی نبی والی برسان بخون، چقدر حال موسی رو گرفته خدا، خود خدا حال گرفت. بعد نیست خیلی وقت ما تحویل نگیرن، زایع بشیم، نمیدونم همچین یه هر چهار تا حرف بهمون بزنن. چه خبره که حالا مثلا به قول زهب و رسل هستش بگرد طبیب نه نبی حاده بلش، چه خبر؟ حالا بگن یه ذره حالمونو بگیرن، یه چهار تا حرف بهمون بزنن، یه ذره زایمون کنن، یه ذره اون چیزی که فکر میکردیم یه جور دیگه فکر میکرد یه جور شد، عیبی نداره، خوب هم هست یه جور فکر میکرد یه جور شد. نباید قمگین بشی، ناراحت بشی، نمیدونم سطوح بیایی، اینقدر این چیزا پیش میاد، بیاد و خیلی هم خوب است، هنر نست نارش استفاده کنه به جنگ که بشین قصتشو بخوره. چرا ناراحت بشیم؟ چرا جوش بیاریم؟
رفتی یه جا سخنرانی بکنی تعبیرت نگرفتن، فکر الان بریم اونجا مثلا 500 نفر نشستن که فلانی میخواد بیاد، یکی نصف یه آدم نشسته اونجا اونم یه چرت میزنه یه حواسش پرته، اصلا جز تعبیرت نمیگیره تو. حالا بیای میدونید شما کیو دعوت بکنید؟ یکی از مثلا من دیدم اینا، من دلا که همون دعوت کردید، من نمیدونم داشتم توی مجلس سر کمیسیون فلان بحث میکردم برای که اومدم اینجا سخنرانی، شما چرا برای من یاد داشته دیشتید وقتتون تمام شده؟ خب وقتم آقا نمیخوام یه رو بیشتر نمیبسیدن بعد حالا یاد داشتم، بله بده درسته، قدر نشناسید بعد است درسته، بعد درست، قدر بحث رو ندونستن بعد است درست، ولی حالا برای تو چی شد این مسئله چی شد؟ اگه واقعا تذکر اخلاقی میخوای بدی که قدر بحث رو بدونید خوب نیست مثلا حالا یه نیم ساعتی بشینید، میگه استاد اینجوری میگه، میگه او چه عجله‌ای دارید بشین بحث رو گوش کنید، بحث مهم هستش، چرا انقدر میخواید فرار بکنید؟ این بحث این هستی طرف رو میخواد بسازه، واقعا این نیست که میخواد حالا ناراحت از این قضیه که چرا تعویضش نمیگن، ولی یه موقع از خودش ناراحته که چرا مثلا اینا مثلا نشستن این بحث رو گوش کنن یا توجه نکردن یا چنین و چنین، بلاخره باید داد بپذیره. اتفاقا یه نفرم که از تو خیلی پایین‌تر از شاگرد تو رو خیلی بیشتر قبول دارن، خیلی بیشتر سر دستش با حوصله میرن سر بحث رو میشنن، بحث تو رو نمیفهمن نمیپسندن خوششون نمیاد، اما این هر دو گروه رو در اهل علم داریم، اهل علم مطلق، اهل علم رو میفهم نه فقط روحانیت، مطلق اهل علم داریم. درود خدا بر علمایی که من زندگی کردم باشون، دیدمشون که چقدر این نفس رو کوبیدن و ذلیلش کردن که به هیچ وجه بهشون بر نمیخوره. دیدم شخصیت های بزرگی، همیشه نستم شخصیت هایی که خود ساخته هستن، واقعا خود ساخته هستن، بعضی متقابلا خیلی کم ظرفیت و ولی خوب آقایون، یعنی زایمون کردن خوبه. خیلی وقت اگه ما زایه شدیم یه چیزی بهمون گفتن، برای خدا حرفی نزنیم، نگیم آه این به من توهین شده، به اسلام توهین شد، به من توهین شد، نمیدونم به ولی فقیه توهین شد، این برم به ولی فقیه توهین شد، به امام زمان توهین شده و از این سلسله مرتبه‌ای که بعضی وقتا مدست میذاریم. آه شد چه شد؟ شما از امام ناکنی سلام الله علیه سیرش رو، اما معظم رفعه ناکنی، اما معظم رفعه میگه که ما بنا نداریم اصلا به کسایی که دارن مخالفت میکنن فوش میدن تو روزنامه ها به ما به دولت اینا، بنا نداریم حرفی بزنیم. اونو که دارن در مورد خط قرمز نظام صحبت میکنن میگن ولی بدونید نظام یه خط قرمزی داره، یعنی اینجوری نیستش که افسار گریخته باشه، برای حفظ نظام بحث نظام هست، اونجا یه خط قرمزی هست، اگه کسی یه ذره پاشو مرتب بذاره دیگه باید باش برخورد بشه، اما تا اونجایی که مسائل شخصی هست میگه چه روز میگاره داره برخورد مثلا قدرت نشستن هر کاری دستشون برمیاد هیچ کاری هم نمیکنه کسی هیچ، هی شرع و مرع و آی تقدس و آی وا اسلام هم نمیکنن، اینجوری هم نیستش، این خیلی مهم هستش. همین هایی که خدمت رو عرض کردم، یعنی چه اسم قهز، یعنی غلبه بر خودخواهی ها، ظرافت داره ها، اینا ظرافت داره، این خیلی مهم هستش. شما از امام سلام الله علیه یادتون هستش که یه موقع از ما عدا در میاریم، یه موقع از مسئله حقیقتی هستش. تو سه تا بچه ابتدای نامه نوشتن که آنها تو نصیحت دو، یادتون هستش یه نامه شم من دارم، نامه که نوشتن امام ما خود تو نصیحت کنیم، هیچ کس نامه رس دست امام نخونده نامه، بعد میفهمد عزیزانم ای کاش نصیحتی را که در نظر داشتید می نوشید، چون همه ما محتاج به نصیحتی. این روحیه باید باشه، اگه مدیر اینو دقت بکنیم، اونی که یه جا مسئولیتی رو به عهده میگیره، استاد، کسی که کسی افرادی زیر نظرش هستن، این روحیه رو بکشه تو خودش، فاجعه است.
ما یه بابی داریم در روابط بین امت و امام، بین النصیحت و لعمت المسلمین، خیرخواهی برای ائمه مسلمین. امام علی علیه السلام میفرماید که از حقوق امام این هستش که امتش نسبت بهش خیرخواه باشن، نصیحت بکنن، حرفشون هم بیان بزنن راحت. شما ببین این روابط بین پیغمبر و اصحابش بوده، شدید تا انتقاد هم به حضرت میکردن و حرفشون هم میزدن. در مورد امیرالمومنین علیه السلام همینطور بوده. اگر ما اینا رو یاد نگیریم و تو خود بکشیم اینها رو، خیلی وضعیت خراب میشه. اینی است که الان ما بعضا توی نهادامون در وزارتخونه‌هامون داریم میبینیم که به دلیل یه انتقادی از یه فرمانده، از یه رئیسی، از یه مدیر کلی طرف نمیدونم تبعید شده از یه جا پرسنلش، مثلا سیستان بلوچستان، که چرا مثلا یه انتقادی به یه مدیر کل کرده، چرا به مشاور وزیر چی گفته، چرا به وزیر یه حرفی زده. خیلی بده این رویا، خیلی بده. خب ببین این حرمت مؤمن از کره بالاتره. ما باید تو جامعه اسلامی زندگی میکنیم، با همه مؤمنین هم داریم زندگی میکنیم، دقیق فهمید؟ بس خود منه، دقیق کنید. من بگم اگر من تو این شده، چون قیاس منطقی بشینم که مؤمن و اعظم و حرمتم من از کعبه، و چون منم مؤمن هستم به من اهانت شده، به کعبه اهانت شده، بعد گردن طرف بزنیم که نشد که. برادر عزیز، بله این باید دقیق کن. یه موقعی مثلا، حالا من مثالشو بزنم که آقای محمد جانی هم سوال کرد، یه موقع هستش عزت اسلامی تو رو دارن به این برن. خدا رحمت کنه مرحوم مطهری، از یکی از علما گفت، من حالا یا خودش یا خاطری میگه، از یکی از علما غیبت شده بود، حالا یا خودش کرده بود کسی دیگه، میگه اومدن پیشش گفتن که آقا ما غیبت کردیم از تو حلال کن. گو اگر به شخص من غیبت شدی از جهت شخصی است من حلال کنم، اما اگه مربوط به جامعه روحانیت باشه، یعنی روحانیت اسلام باشه، روحانیت تشریع باشه، اصلا حلال نمیکنم. یه بحث روحانیت، تضعیف روحانیت باشه، این است تضعیف علم و مقام استاد باشه، چرا یه واسه تضعیف منه، دقت میکنین؟ یعنی بعد فاس اینا رو تو بحث سور مقدس معلوم میشه اینا که ما باید بین اینا فاصله بذاریم. یه موقع تو بچه حزب الله هستی توی خونه، فامیل همه فاسق و غیر حزب الله، یا حتی پدر مادرت، یه موقع ممکنه چیزی بگن اونجا، باید وایسی جلوشون. پدر مادر ما مفخوری، تو نمیدونم چنینی چنانی، نمیدونم میای اینجا مال ما رو میخوری و بعد میری نماز میخونی، روزه میگیری، چیکار میکنی که شد کار؟ ما اصلا راضی نیستیم تو خونه ما نماز بخونی، تو خونه ما روزه بگیری. چه یعنی برخود تضعیف مؤمن است، اونجا باید وایسی. یه وقت کسی میخواد یه حزب الله رو داغون بکنه، تو رو نمیخواد داغون کنه، حواست هم هست که این نمیخواد تو رو داغون کنه، این کینه با حزب الله داره، با میشه جورج عزیزانه، با میشه جورج باش مقابله میکنه. اینجا بگی که حالا تواضع کنیم، این ترس هستش آقا، یا اشتباه خط مبحث هستش. اونجایی که تو خود ببینی با تو کار دارن، با تو از نظر شخصی نه شخصیتی، شخصی با تو کار دارن، اینا باید بتونی بهش فرق بذاری. نامه نوشته بود طرف، یه موقع ما یه کسی مثلا از دست پدر مادر شدیدن در رنج، ناراحت میاد مراجعه میکنه، آقا من با پدر مادرم اختلاف دارم، مسئله دارم، بعد میفهم خودخواهی های خودشه، پدر مادر دلسوزی کردن، چهار تا مطلب اش ایجاد کردن، چهار تا حرف بهش زدن، ایشا کنترلش کردن، ناراحت است، از خودخواهی که داره با پدر مادرش لج افتاده. یه موقع هستش که نه، اصلا میدونه معقوله خودخواهی نیستش، اومده برای امام نامه نوشته سلام الله علیه که آقا پدر من گفته که من راضی نیستم تو خونه من نماز بخونی، آب خانه من استفاده کنی، تکلیف چیست؟ امام فرمود چی؟ بسم الله تعالی غلط کرده است نمازت رو بخوان. ببین یک کلمه استفتاح از امام، بسم الله تعالی غلط کرده است نمازت رو بخوان، چون قضیه اصلا شخصی نیستش. امام باید بهشون فاصله بذاریم بین اینجور مسائل رو، ظرافت میخواد مقدار. خب بمونه بس برای جلسه بعد که این بحث قوت هنوز تمام نشد، بس قدرت تمام نشد، یه شاخش و خدمت هم یه قسمتی هست میمونه برای جلسه بعد که لا قوت کرد دل قضا. هنوز اون وقت حالا جلسه قبل روی حدیث امام باقر علیه السلام هستیم که هیچ قوتی مثل رد غضب نیستش. انشاءالله جلسه بعد این بحث لا قوت ها تمام خواهیم کرد. من باعث دیگری هم هست که انشاءالله توفیق باشه خدمتون هست کنم. در طرف بچه سالهای سال انسان همون شیوهی که خدمتون هست کردم، یعنی که اسم قیز و تقافل داشت. بله، ما قهر کردن با بچه یکی از روش های مؤثر تربیت هستش.
ولی تکرار نباید باشه، بسیار محدود. شاید مثلا تو طول روابط یه پدر و فرزند یکی دو مرتبه اتفاقی هم چیزی بیفته که مثلا اون موقع که بفهمه قهر کردن یعنی چه، نه که مثلا امروز یه خانومی من فهمیدم که به چه بنبست روحی خورده و دچار افسردگی و نزدیک به جنون هستش، پدرش 7 سال باش قهر کرده، داغم میشه. برای همین حضرت میفرماید با بچه‌هاتون برای تنبیه قهر بکنید ولی زود آشتی بکنید، یعنی او فقط بفهمه تو تحویلش نمیخواد بگیری، همین دیدی که پدر مادر آقا این کارو میکنن تحویل نمیگیرن، بعد یه چیکار میکنن یواشکی واسطه میکنن که تو مثلا بیا وساطت کن بین ما چیکار کن آشتی کن. یعنی رابطه قهر نشدن برای بچه سازندگی داره، که بچه تحویل قهر شدن تحویل به اصطلاح میگیره پدر مادر، براش مهم هستش این قضیه. و که حالا چرا پدر مامان حرف نمیزنه، یه ذره میسوزه ناراحت اینها، بعد میاد معذرت خواهی میکنه تا این مقدار که بچه ساخته بشه، همین مقدار، نه طولانی اگه بشه اثر معکوس داره. خیلی ظریف هست این قضیه تحویل نگرفتن. حالا ما گفتیم یه موقع چیز داریم بچی نصیحت با سرزنش فرق داره. بله اینو به صدا قهر چیز است، قهر اون مراتب نهایی هستش که انسان دیگه حرفی نداره بزنه، دیگه حرفی نداره بزنه و به صدا نصیحت بردار نیستش. یا مثلا میخواد از مقوله گربه در حجل کشتن است، یه مرتبه این کارو میکنه و دیگه تکرار نمیکنه. اینکه حال خودمونو میتونیم بگیریم با از اون بابت کزم قیز و عبادت و غلبه بر ناخود، یه بحث ظریفی هست. سوال فرمودن آقای غریبی که ما میتونیم حال خودمونو بگیریم، یعنی هست تو اخلاق یه بحث این وسط آمده که حد بین تکبر و تواضع یه حد افراد داره اونجا، اینو باید رعایت بکنیم. چه میذارم جلسه جلسه بعد سوالتون تکرار بفرمایید، من توضیح خواهم داد. سوال مهمی هم هستش آقای غریبی. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على